بالاخره اینکه رو زدم. خیلی ساله که چشم ضعیفه، حالا نمره چشم خیلی بالا نیست، ولی خیلی ساله که چشم درست نمیبینه و بالاخره رفتم و عینک گرفتم. مشکلی با عینک نداشتم، ولی هی یه چیزایی پیش میومد که نمیشد دیگه. هر وقت یادش میافتادم که باید این کارم بکنم، یه داستانه پیش میومد که نمیشد و بالاخره انجامش دادم. حالا یه اتفاقی میفته خیلی جالبه، این بحث عینک. کلا اصلا میخوام راجع به عینک صحبت کنم. ببین، اولین چیزی که باهاش مواجه میشی اینه که یه سری از دوست آشناها ناراحت میشن که عینکی شدی؟ بابا من چشم ضعیف بود الان اتفاق خوبه افتاده. ولی خب ناراحت میشن دیگه، نمیدونم، حالا حس میکنن مثلا پیر شدی یا چشت الان ضعیف شده، با اینکه چشم ضعیف بود تازه الان مشکل برطرف شده. خیلی چیزای جالبی هم داره. اصلا کلا من با دنیای چش خیلی بیگانه بودم. اصلا مشکل چشم چی بود؟ داستان این بود که چیزی که من فهمیده بودم این بود که تار میبینم دیگه، یه سری چیزا رو، مثلا رو صفحه مانیتور یه سری نوشته ها رو سخت میخوندم یا جاهای دور رو یه ذره تار میدیدم و بابت این میخواستم برم دکتر. اما رفتم دکتر، بررسی که کرد گفت خشکی چشم خیلی خیلی شدید داری و یه سری ژل نوشت. ژل رو هنوز پیدا نکردم، ولی ژل نوشت. بعد گفتش باید یه دستگاه بخور سرد تو اتاق بذاری، رطوبت تو اتاق باید مثلا 40 تا 60 درجه باشه و ما تو تهرانیم، هوا خشکه، به خصوص زمستون خشک و سرده، این خودش باعث میشه که بدتر شه اون داستان خشکی چشم. خلاصه راهکارهایی که گفت، یکیش هم دستگاه بخور سرد بود که یکی دو روز دیگه میرسه، فردا میرسه. یه ژل داد که باید بزنم تو چشم که اونم صبح میزنی و شب، اونم کمک میکنه تو طول روز چش کمتر خوش بشه. و از همه مهمتر مانیتور. من روزی 10 ساعت پای مانیتورم، برای این که رنگارم همیشه درست ببینم. این کامپیوتر اپل یه چیز داره به اسم نایت شیفت که وقتی روشنش میکنی تصویر یه نمه به زردی میزنه، در واقع آبیایی تصویر حذف میشه و فشار کمتری به چشم میاره، که خب اونم همیشه من خاموش میذاشتم دیگه، که الان دیگه روشنش میکنم، به خصوص شبا خیلی خوبه که این روشن باشه. بیشترین کاربردش برای اینه که آدم بیخواب نشه، ولی چشم وقتی چیزه آسیب میبینه دیگه. خلاصه خشکی چشم با این سه تا فاکتور باید برطرف شه. آن مانیتورم عینکه یه چیز داره، بلو کنترل، کنترل آبی، یه بلوکات داریم یه بلو کنترل داریم. این بلو کنترل که کمک میکنه رنگای آبی، که آبی هم نیست، میگن آبی ولی یعنی اسمش آبیه، ولی دکتر توضیح میداد که این بیشتر به یووی میزنه و اونه که خیلی چیز میکنه، چشو اذیت میکنه در واقع. ولی با عینک یووی فرق داره، میاد به سمت ارغوانی و آبی تقریبا، که البته فرقی حس نمیکنی، یعنی بلو کنترل میزنی رنگا رو همون جوری میبینی، ولی خب نمیذاره آسیب ببینه. و اینا کمک میکنه که این خشکی چشم مهار شه، این سه تا فاکتور، ژل و بخور و این عینکه. بعد حالا اگه کنترل نشه چی میشه؟ اگه کنترل نشه مثل اینکه خیلی به چش آسیب میزنه و آخرش به کوری منجر میشه، یعنی کامل نابینا میشه، چش آسیب جدی میبینه. واسه همه خیلی مهمه علائمش چه شکلیه، سرچ کنین، هست کلی، ولی حس خودمو میگم. دیدین آدم تب داره، انگار چشاش داغه، انگار چشا میسوزه یه مقدار، همچین حالتیه این خشکی چشم. قشنگ حالتت که حالا مثلا من اینجوری میشدم، نمیدونستم چقدر عمق فاجعه زیاده، اینجوری میشدم میخوابیدم و خیلی وقتا یه خوابای عجیب غریبی دارم، یعنی اصلا پا میشم یه 10 دقیقه یه روب میچرخم میبینم اصلا راه نره، دوباره میخوابم. 8 ساعت خوابیدم، مثلا نیم ساعت بیدار میشم، دوباره مثلا 4 ساعت دیگه میخوابم. و این خوابا رو داشتم رندوم
و نمیدونستم واسه چیه. نگو ناخودآگاه چش احساس خستگی میکنه، حالت تب داشتن، حالت ناسالمی آدم میکنه و میگیری میخوابی دیگه، میخوابی میگه یه ذره شاید خوابم کمه، استراحت کنم شاید بهتر شه، ولی در واقع این چشه مشکل داره و مشکلش باید جدی برطرف شه. خواب و این حرف و کارو جمع نمیکنه. حالا خشکی چشم یه بحث هستش که خود اشک مثل این که مواد توش درست هندل نمیکنه کارو. یه حالت دیگه هم هستش که وقتی داری با کامپیوتر کار میکنی انقدر تمرکزت زیاده ناخودآگاه کمتر پلک میزنی و همون اون به مرور باعث خشکی چشم میشه. یعنی پلک زدنه خیلی چیز خوب و واجبیه قبل از این که اصلا چشم بخواد به اینجاها برسه کارش. اما بعدش حالا یه قطره گرفتم، قطره اشک مصنوعی که اصلا جواب نمیده واسه وضعیت چشم من، حتما ژل لازم دارم، ولی حالا اومدم قطره بریزم. تازه متوجه شدم که من اصلا بلد نیستم قطره تو چشم بریزم. بعد خیلی با دنیای چشم از این نظر رو بیگانه بودم. یا تا حالا عینک نشم، عینک آفتابی هر از گاهی میزنم بیرون، میرم میزنم، ولی خب زیادم بیرون نمیرم. خیلی وقتا اصلا میرم پیاده روی قبل طلوع خورشید میزنم بیرون، خورشید داره در میاد دیگه من برگشتم تو خونه. یعنی زیاد اونجوری چیز نیست که عینک داشته باشی. بعد عینک آفتابی یا دم در میزنی میری بیرون، ولی این عینک خب رو چشت توی خونه و اصلا یه شکل دیگه آدم باهاش مواجه میشه. مثلا نمیدونستم کجاها داشتم فکر میکنم کجاها باید عینکمو در بیارم. بعد خب اولیش به ذهنم رسید موقع خواب، بعدش فکر میکنم چیزی به ذهنم نمیرسید تا اینکه امروز اومدم لباس عوض کنم یهو اینجوری نزدی بود عینکه رو بدیم لاکار، فهمیدم که موقع لباس عوض کردنم باید در آورد. همینجوری میدونی انقدر نبوده و عادت ندارم بهش که یه سری سوتیای اینجوری آدم داره. بعد راجبش خوندم، این رفتم اول دکتر رو عینک و سفارش دادم، بعدش تا آماده شه یه دو روز بینش فاصله بود، داشتم راجبش تو این دو روز میخوندم که تازه عینک میزنی جریان چیه، چجوری اصلا باید عینک رو بشوری فلان، بعد از این جور چیزا. شستنش خیلی جالبه، سالمترین راهی که عمر شیشه های عینک رو میبره بالا اینه که با آب و صابون مایه بشوریم، با ریکا هم نه، که خاکاش بره، اول بگیریم زیر آب خاکاش بره، بعد صابون مایه هم بزنیم که چربیاش بره. حالا با این دستمالش وقتی اینو چیز میکنیم اگه خاک روش باشه در واقع مثل سنباده عمل میکنه، ما این خاکا رو هی داریم میسابیم رو شیشه و مثل اینکه هر شیشه ای باشه با هر کیفیتی بالاخره پا در میاد و خراب میشه کلن چیزش، به خصوص اینایی که روش لایه های کوتینگ داره، روکش های خیلی نازک داره که اینا به مرور میتونه آسیب ببینه هی بسابیم. حالا طرف با گوشه پیرم پاک میکنه و اینا دیگه قطعا آشولاش میکنه لنز عینکو. بعد دیگه داشتم راجبش میخوندم، یه چیز دیگه ای که جالب بود این بود که میگفتن 3 روز تا 3 هفته ممکنه یه ذره چش بسوزه، آدم اذیت شه، نمیدونم سرگیجه، حالت تهوع، حتی از این حالت هم داشته باشه که من نش یه جوری هست ولی نه اونقدر. یا مثلا یه چیز دیگه که نوشته بود این بود که ممکنه نتونی فاصله ها رو درست تشخیص بدی وقتی تازه عینک زدی و ممکنه سوتی بدی، واسه همین کارهای خطرناکتر مثل عجوب پریدن یا رانندگی این حرفا رو باید تا جایی ممکن کم کنیم یا با احتیاط بیشتر انجام بدیم، چون احتمال سوتی دادنمون خیلیه. حالا واسه من اتفاقی نیفتاده، دیشب تا حالا هنو 24 ساعت نیست عینکی شدم، عینک دار شدم، ولی دیشب تا حالا که نصفشو خواب بودم، ولی خیلی جالبه، خیلی جالبه. حالا سوتی ندادم ولی حس میکنم یه سری فاصله ها رو یه جور دیگه میبینم، یه لحظه آدم قاطی میکنه. ولی از قشنگیاش بگم چقدر کیف میده، چقدر کیف میده. ببین تو کار تصویر ما یه حرکتی که میزنیم اینه که ببین الان شما منو داریم واضح میبینین و بک‌گراندمو
تار میبینین یه مقدار. این کار باعث میشه که توجه شما به خود من باشه نه به بک‌گراندم. حالا اون برقشنگی هستا، ولی هی ناخودآگاه توجه ذهن میره به جایی که واضحه نه به بک‌گراند. حالا فرض کن چشت کلن داره همه چیو مثل اون بک‌گرانده میبینه، یه نمه تار میبینه، و همین توجه تو نسبت به محیط تو اینا کم میکنه. یعنی تو ذهنت یه سری چیزا باید اتفاق بیفته، مثلا تو ذهنت میری سراغ شاخهای این درخته که مثلا هرس کنی، همینجوری میبینی شاخه را ولی جزئیاتو چون زیاد نمیبینی توجهتو جلب نمیکنه که اراستی اینم هرس میخواد. یعنی استارتش از تو ذهن میخوره به جای اینکه از تو چشم بخوره. بعد امروز نمیدونم چند ساله، دارم فکر میکنم شاید 10 سال بیشتر چشام اینجوری میبینه. امروز اولین روزیه که الان خورشید در اومد صبح، البته دیگه الان خیلی وقت در اومد 10 صبح الان، ولی اولین روزیه که دارم آسمون رو میبینم، نمیدونم درخت ها رو میبینم، محیط دورم رو میبینم با عینک. و جزئیات، چقدر جزئیات زیباست، چقدر کیف میده آدم واقعا دنیا رو واضح میبینه. یه چیزی، یه فکر همیشه ناراحتم هم میکرد که من این همه زور میزنم برای تصویر خوب و فلان و اینا، و چیزی که مخاطبا میبینن و من چش ندارم ببینم، چشام نمیبینه به اون وضوح جزئیاتو. و حالا برای خودم یه سری راهکار گذاشته بودم، مثلا میخوای منوال فوکوس کنی روی یه چیز، یه ابزاری هستش که یه رده هایی رو جاهایی که فوکوس شده نشون بهت میده و میفهمی دقیقا فوکوس رو کجاست. چشت که همه رو تار میبینه، یعنی با چشم نمیتونی فوکوس کنی لنزتو، باید با ابزارا هی کار کنی که بتونی کار رو تمیز در بیاری. ابزارا خوبن برای محکم کاری، ولی اینکه چشت ببینه نتیجه رو خیلی چیز ارزنده ایه. و اینم همیشه رو مخم بود دیگه که خودم نمیبینم ویدیوهای خودم و نمیتونم کیفیت رو ببینم، همینجوری کورمال کورمال باید یه سری کارها رو میکردم که خب خیلی باحال شده، خیلی باحال شده واقعا، انقدر دارم کیف میکنم. بعد عینکم که زدم یه مقدار داره اون فشاری که رو چشمم بوده کم میکنه، خود عینکه قشنگ حسش میکنم. یا رطوبت اتاق فعلا رو کتری، در کتری باز گذاشتم زر رطوبت خونه بیشتر شه، رطوبت اونقدر تأثیرش رو حس نمی کنم که عینکه رو تأثیرش رو حس می کنم و خیلی حال میده. بعد نمره چشام هم نیمه ها، یعنی اونقدر زیاد نیست که بگیم تاره تار میبینی، نمره چشام نیمه، یکیش نیمه آستیگمات، یکیش نمیدونم نیمه چی چیه، مثلا درست بلد نیستم ایناشو. ولی از اون ور خب انقدر من علاقه دارم به تصویر، به ویدیو، به دوربین، اینا دور و برم نگاه میکنم خیلی با جزئیات، مثلا اینکه آفتاب کدوم ور خورده، مثل نقاش. شما وقتی میخوای نقاشی بکشین خیلی مهمه که منبع نور کجاست، سایه روشناش چه شکلی میشه. حالا اگه رنگی باشه یه برگی که ما به ظاهر میگیم این برگ سبزه، مثلا همینجا رو نگاه کنین، این ورش نور داره میتابه، یه سبز دیگه است تقریبا داره دیگه به سبز فسفوری و زرد میزنه، حتی این ورش سبز تیره تره، مثلا گوش ایناش این ورش مثلا تیره تره، برگا یه رنگن ولی بازیش تو نور و این اصلا خیلی جزئیات زیادی داره. حالا من رنگا رو میدیدم، اما اینکه با جزئیات، یعنی تصویرت هم رزولوشنش بالا باشه، جزئیاتش رو ببینی، هم این رنگا رو بتونی دقیق ببینی که این رنگ اینجا خورده به این مویرگ مثلا برگه که اینجوری شده، خیلی باحاله، خیلی باحاله. یعنی اصلا انقدر دارم کیف میکنم که اصلا نتونستم خودم چیزم، گفتم بیام با شما در میون بذارم. خیلی لذت بخش این که آدم میبینه، به خصوص این که علاقه داری به تصویر و محیط اطراف تو همینجوری نگاه میکنی، کیف میکنی همینجوری. حالا فکر کن یه رزولوشن رفته بالا، دقیقا مثل این میمونه که یه ویدیو رو قبلا رو کیفیت مثلا 300 و خوردهی میدیدم، 480 460 چیز رو اینا میدیدم، الان یه مثلا شده 1080، قشنگ وضوح تصویر رفته بالا، رزولوشنش رفته بالا، خیلی کیف میده و
خیلی مهمه واقعا، چشم خیلی مهمه، سلامتی هم خیلی مهمتر. حالا حرکت بعدی دندونامه که از حدود 20 روز دیگه شروع میشه، نمیدونم چقدر طول بکشه، ولی یه پروسه دندونام هم داریم که اونم خودش باز خیلی حال میده وقتی درست شه. الان مثلا حداقل چیزی که میتونم توضیح بدم قابل درک باشه، دوتا دندون عقل دارن بالا فشار میارن و مثلا دو سه ردیف دندونای این ور و این ور درد میکنه، کلا یه دردی تو فک و صورت و اینام هست سر چیزه و هی به مرور زیاد و زیادتر میشه، آدم متوجهش نمیشه یا اول اصلا نمیفهمیدم مشکل از کجاست. دیگه اینم گذاشتم تو برنامه و بالاخره یه دکتر پیدا کردم وقت گرفتم. اینم چیز که و خیلی حال میده، یعنی فکر میکنم ماه دیگه این موقع اگه اونم تموم شده باشه دیگه خیلی تو عشق و حالم. فکر کن هم میبینی هم درد دیگه تو فک و صورتت نیست و کلا من تحمل دردم بالاست، یعنی یه وقتایی یه جوری عادت میکنم به یه درد که خودم متوجهش نمیشم، نمیدونم ناخودآگاه هم به هم دروغ میگه یا نمیذاره بفهمم یا عمق فاجعه رو بفهم، نمیدونم دقیقا چیه جریانش، ولی هست دیگه. همین الان که دارم حرف میزنم هست، کل اینجاها فکم تا دقیقا زیر چشم درد میکنه واسه همین دندون عقلا. ولی فکر کن نه درد داشته باشی هم چشت ببینه دیگه، عشق و حال براز. خیلی حال میده، خیلی حال میده واقعا، سلامتی خیلی لذت بخشه. حالا که تا اینجا اومدیم یه چیز دیگه هم براتون تعریف کنم. داشتم میرفتم دکتر، یه ساعت خیلی شلوغی بود، ساعت 5 بعد از ظهر بود، اوج شلوغی، و پیاده داشتم میرفتم، تو پیاده رو آدما رو میدیدم، خیلی عوض شده آدما، یعنی مثلا سیستم آدما خیلی عوض شده، کلا من دیر به دیر میرم بیرون و این تغییر رو چند وقت پیش مثلا تو مراسم تشییع داریوش مهرجویی دیده بودم تا حدودی، ولی زیاد دل و دماغ نداشتم. سر صبحم بود و خیابون خلوت بود، مثلا با پیک رفتم با پیکم برگشتم، زیاد ندیدم. فقط اونجا میدیدم چیزایی که خب اونم جامعه هنری و اینا سه ذره فرق داره سیستمش، ولی این سری تو خیابون رفتم قشنگ آدما رو میدیدم و دیدم چقدر فرق کرده. ببین یه نکته خیلی جالبی که هست اینه که خانمایی که روسری ندارن هی این مثل این که داره بیشتر میشن، این برام جالب بود با چند نفر صحبت کردم اینا هم تایید میکردن، آرایششون کمتر میشه و آرایش کمتر نشون دهنده اعتماد به نفس بیشتره، یا حداقل این حس رو القا میکنه که اعتماد به نفسش بیشتره که کمتر آرایش میکنه. حالا نه اینکه کلا آرایش نکنه فلا اینا، منظورم اون نیست، منظورم آرایش زیادیه که شما خارج از ایران یه ایرانی که یه خانم ایرانی که تازه از ایران اومده بیرون رو میبینی 20 کیلومتری داد میزنه ایرانی، فقط به خاطر آرایشش. خیلی زیاد آرایش میکنیم دیگه، ما که نه، خانم ها تو ایران خیلی زیاد آرایش میکنن، ولی اینو میبینی که این داره کم میشه و یه آرایش متعادل داره میشه و این خیلی حال میده، خیلی لذت بخشه، میبینی اعتماد به نفس داره میره بالا. البته یه بحثی هم هستش دیگه، وقتی مو بالاخره زیبایی به حساب میاد، وقتی موه حذف میشه طرف باید کلن یه منطقه داره برای نشون دادن زیباییشون، هم صورتشه، واسه همه همه تمرکز میاد اینجا دیگه، ولی به جای اینکه اون وقت رو بذاره مثلا زیرسازی و فلان و بهمان و صد جور آرایشه زیاد که واقعا مثلا برای خرید کردن تو خیابون لازم نیست، به جای اینکه این کارو بکنه موهاش اوتو کشیده شده است مرتبه و اونجوری این زیبایی رو نشون میده، خیلی باحاله، خیلی باحاله. و جالبه لباس ها هم بسته تر شده این کار، اینم خیلی عجیبه، یعنی روسری که حذف میشه لباس ها اون حالت در میاد و این هم فکر میکنم ربط داره به همون اون یکی داستان که وقتی محدود میشه
مجبور زیبایی رو یه جور دیگه نشون بده. حالا لباسه باید زیادی باز باشه، فلان باشه، ولی خیلی باحال بود، خیلی جالب بود. قشنگ انگار رفتم یه کشور دیگه، یه جای دیگه و با یه فرهنگ دیگه. نه اینکه صرفا روسری ندارن، اینکه فرهنگ عوض میشه، مثلا مقدار آرایش عوض میشه، ایناش خیلی باحاله. بعد کسی اونجوری چارچشی کسی رو نگاه نمیکنه، یه سری چیزای اینجوری، خب خیلی باحاله دیگه. هستش، همیشه هست، همه جا هست، ولی شبیه یه کشور نرمال داره میشه انگار. و خیلی تغییر چیزی بود، قشنگ تشلکم پرید وقتی دیدم، خیلی جالب بود. خلاصه اینکه هر از گاهی از خونه میام بیرون این شکلی میرم تو دل شلوغی و فلان و اینا خیلی جالبه. قشنگ انگار مثل رشد یه گیاهو که همینجوری هر روز نگاش کنی نمیبینی، ولی گیاه رو چند وقت یه بار که میبینی میگه اوه چقدر بزرگ شده. یا بچه ها دیر به دیر ببینیشون یهو میبینی اه چقدر این بزرگ شده، اصلا کی بزرگ شد. این هم همچین حالتیه، قشنگ دیر به دیر که میری اصلا آدم غافلگیر میشه. یه بیشتر از این سرتون هم درد نیارم، دلم براتون تنگ شده. به زودی دیگه کامل اون یکی کانال فکر کنم یه ماه و نیم دیگه میریم تو ژانویه، و یه ماه و نیم بیشتر میریم تو ژانویه، و بعدش دیگه میام این ور و دوباره همون روال بقیه حالت عادیمون رو داریم با هم دوره هم. برمیگردم به زودی، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. تا ویدیو پادکست بعد، خداحافظ.